سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروز با یه ویدیو جدید در خدمت شما هستم. خب این ویدیو ویدیویی که خب مدت‌ها بهتون قولش داده بودم در خصوص بانک، اینکه کلیه اصطلاحات جمله‌ای که ما تو بانک نیاز داریم چی هستش و چطور میتونیم وقتی که می‌خوام یک حساب باز کنیم از چه جملاتی و چه کلماتی باید استفاده کنیم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. کلمات مهم رو نوشتم که باید اینا رو بدونید که توی جمله سازی بتونید ازش استفاده کنید. اول این کلمات رو براتون میخونم، معنی میکنه و میریم کم کم یه سری جملات مهم رو با هم در میاریم. خب la banque، ما کلمه‌ای که داریم la banque، بانک، le directeur، مدیر، la caissière، صندوق دار، les clients، مشتری، l'argent، پول، le portefeuille، کیف پول، le porte-monnaie، کیف پیس یا همین پول خورد، le billet که میشه همون اسکناس، la pièce یا میتونیم بگیم la pièce de monnaie که میشه سکه، le carnet de chèque، دسته چک، le distributeur de billet، دستگاه خودپرداز بانک، la carte de crédit، کارت بانکی، le conseiller که میشه کنسه مشاور میشه. حالا تو بانک های فرانسه میگه مشاور همیشه باید داشته باشه شما که بهتون پیشنهاد چه حسابی باز کنید. به اینا میگیم le conseiller اگر آقا باشه، la conseiller اگر خانم باشه. le conseiller، la conseiller اگر خانم باشه پس میشه la conseiller. déposer de l'argent، déposer de l'argent یعنی گذاشتن پول. retirer de l'argent، گرفتن پول. remplir un chèque یعنی پر کردن یک چک. endosser un chèque که معنیش میشه signer un chèque au dos، یعنی که پشت چک رو امضا کردن. signer un chèque au dos یعنی پشت چک رو امضا کردن. le numéro de compte، شماره حساب. خب حالا چند تا سوال مهم. quelles sont les formalités pour ouvrir un compte، یعنی تشریفاتی که برای حساب باز کردن هست چیا هستش. خب پس این سوال میتونه سوال کلیدی باشه که میتونید حفظش کنید. je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît، میخوام یک حساب باز کنم لطفا. je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît. خب un justificatif domicile، une pièce d'identité. un justificatif de domicile، une pièce d'identité یعنی چی؟ justificatif domicile یعنی چیزی که نشون میده که خونه شما کجاست. حالا میتونه فاکتور برق باشه، گاز باشه، اینا همه چیزی که نشون میده که شما محل سکونتتون کجاست و باید اسمتون روش باشه. اون پیس دیدانتیتم که خب دیگه کارت شناسایی شما، حالا اگه قصه پیسه دارید، کارت سجور دارید یا حالا هر کارتی که دارید که نشون میده هویت شما رو باید ارائه بدید. خب یکی از سوالات مهم دیگه چیه؟ je voudrais solder mon compte، ça se passe comment؟ je voudrais solder mon compte، ça se passe comment؟ یعنی میخوام حسابمو ببندم چجوری انجام میشه، چجوری پروسش چجوریه. یا میخواید بگید je voudrais déposer un chèque sur mon compte، یعنی میخوام بذارم یک چکی توی حسابم. حالا یا déposer un chèque یا déposer des espèces برای زم sur mon compte، بعد چجوری بذارم که یا چک یا پول نقد میخوام توی حسابم بذارم چجوریه. یا میتونیم بگیم je voudrais، میخوام faire un virement à l'étranger. ویرمان یعنی چی؟ یعنی واریز. حالا میتونیم بگیم je voudrais faire un virement، حالا تو فرانسه است که بهتون بپرسی چه جوریه، یا میتونیم بگیم je voudrais faire un virement à l'étranger یعنی که به خارج میخوام پول بفرستم، ویرمان انجام بدم. یا je voudrais retirer de l'argent، میخوام که برداشت کنم پولا. retirer یعنی برداشتن پول. au distributeur avec ma carte bleue، یعنی میخوام پول بگیرم با دیستریبوتور، با دستگاه خودپرداز، با کارت بانکی. خب déposer de l'argent sur mon compte، خب اینا سه جملاتی که میام کلیدی که میتونید حفظش کنید که بتونید استفاده کنید. déposer de l'argent sur mon compte یعنی گذاشتن پول توی حسابم. یا کلمه‌ای که تو بانک میشنوید چی؟ ان قیب. خیلی جا بهتون میگن که یک قیب بعد بیارید. قیب چی میشه؟ ان قلف دیدانتیته بانکر، یعنی چی؟ در اصل اون فیشی که نشون میده که مشخصات حساب شما توشه. شما اگه کسی میخواد براتون واریزی انجام بده بعد معمولا اون قیب رو بدید که مشخصات حساب شما تون هست. پس بهش میشه چی؟ ان قیب ان قلف دیدانتیته بانکر.
après je mon relevé de compte que une amie j'ai risé حساب شما mon relevé de compte. خب ما اینجا چی نوشتیم؟ Les moyens de paiement یعنی راه های پرداخت. تو فرانسه چیه؟ Par chèque, با چک، par carte bancaire با کارت بانکی، en liquide. En liquide یعنی چی؟ Paye en espèces, des pièces et des billets. خب en liquide معمولا یعنی چی؟ یعنی که نقدی پرداخت کردن. حالا میتونه با اسپس باشه، یعنی که وقتی میگیم با اسپس یعنی با حالا یا با مثلا اسکناس باشه یا با سکه باشه. و اینکه ما دو مدل کنت براتون اینجا نوشتم، یه دونه ان کنت کوران که میشه حساب جاری، ان کنت دپرن که میشه حساب پسنداز. خب اینجا یه سری براتون من جملات رو خوندم، حالا بریم ببینیم تو دیالوگ چجوری ما باید یک مکالمه رو با وقتی که میریم بانک شکل بدیم. خب این مکالمه ها که براتون نوشتم خب مثال، خودتون دیگه باید جمله‌ای که نیاز دارید استفاده کنید و سعی کنید دیالوگای جدید با این جملات بسازید. خب لو کلیون لا بانکیا. بونجور. بونجور مسیو. جی پری. خب بونجور که هم بونجور اینم که سلام با هم روز بخیر گفتم. J'ai pris rendez-vous, ça serait pour ouvrir compte bancaire. یعنی من یک قرار گرفتم برای باز کردن حساب بانکی. خب بانکی چی بهتون میگه؟ وی بیان سور سه موسیو میشل. میگه شما یعنی آقای میشل هستید. سه سا؟ وی سه بیان سا. بله همینه. Avez-vous votre carte d'identité? Avez-vous یعنی شما کارت دیدانتیته دارید؟ وی والا. خب بهش میدید و میگه والا یعنی بفرمایید. مرسی، سه موسیو جان میشل. خب اون بانکی هم میگه خب مرسی، آقای جان میشل هستید؟ میگه وی. لدرس اگزکت، آدرس درسته، 14 رو دولا لیبرته پاری سنکیم. پاریس پنج هستید، آدرس رو برش میخونه چون آدرس روی کارت دیدانتش داری میخونه، میگه آدرس درسته. این آقا میگه چی وی؟ جنپا دمنجه. میگه بله آدرس همینه، je n'ai pas déménagé یعنی اساس کشی نکردم، یعنی مهم است که جابجا نشدم. Avez-vous un justificatif de domicile? Avez-vous un justificatif de domicile? یعنی آیا شما دارید یک برگه‌ای که برای خونتون که مثلا نشون بده گواهی خونتون، حالا بهتون گفتم justificatif de domicile هر چیزی که نشون میده که خونه شما کجاست و شما صاحب اون خونه هستی، فاکتور برق، فاکتور اینترنت، تلفن برق، همه اینا میشه justificatif de domicile. Un justificatif de domicile oui j'en ai un voilà. بله من یه دونه دارم، بفرمایید. مرسی. Nous avons des cartes Visa ou Mastercard. Laquelle désirez-vous? ما کارت ویزا داریم و مسترکارد. خب کارت ویزا و مسترکارد دو تا تیپ کارت بانکی هستن که میتونید درخواست بدید. که میگه کدوماشو شما میخواید؟ کدوماشو میخواید؟ میگه لکل ا لا میا. کدوماش بهترینه؟ لدوسون سیمیلر یعنی شبیه هم دیگه هستن. لا ویزا ا پوتتر پلو انترنشنال. میگه کارت ویزا شاید بشه گفتش که بین المللی تره. ا پلو انترنشنال. Alors, je veux prendre la visa. Parce que alors, ok, banabarin, je veux prendre parce visa kham gerf. Je veux prendre la visa parce que une carte visa kham gerf. D'accord. J'ouvre un compte courant avec une carte visa. On a parlé que c'est que monsieur le banquier me dit ok, parce que moi براتون باز میکنم. J'ouvre un compte courant یه حساب جاری avec une carte visa, با یه کارت ویزا. خب این یه دیالوگ بودش که کسی بود که خوانده بود گرفته بود و رفته بود که حالا مدارکش هم برده بود و می‌خواست که حساب باز کنه. حالا اینجا کسیه که میخواد تازه خوانده بود بگیره، قرار بگیره برای باز کردن حساب. ببینیم چه دیالوگایی میشه که به حال حرفایی بعد حفظ کنید که بتونید یک خوانده بود خودتون بگیرید. بونجور کو پویجو، منظورش اینه که همون ژپو. میتونیم بگیم کسکو جو پو فر پور او، یعنی چیکار میتونم بکنم برای شما. حالا اینجا چرا اومده پیجو؟ بخاطر اینکه فرم حالا خود مؤدبانه تر و رسمی تره، ولی معنیش همونه که چیکار میتونم برای شما بکنم، یعنی کسکو جو پو فر پور او، چیکار میتونم برای شما بکنم. بعد خب کلیان، لو کلیان مشتری میگه بونجور مدام جو وودره اوفریر ان کونت، میگه میخوام باز کنم یک حساب بانکی.
خب این خیلی ساده است دیگه je voudrais توی اول ویدیو هم بهتون گفتم دیگه جملات مهمی کش اینه je voudrais ouvrir un compte. خب کارمند میگه چی بیام alors vous devrez prendre rendez-vous avec un conseiller clientèle. میگه باید یک قرار بگیرید با مشاور مشتری ها. خب پس چی میشه vous devrez prendre یعنی باید بگیری یک قرار با یک مشاور کلینت. خب مشتری میگه چی لو کلیان میگه je dois apporter des papiers میگه باید با خودم همراه بیارم مدارک. پپیه منظورش حالا پپیه میشه کاغذ. حالا اینجا منظورش مدارکه دیگه je dois apporter des papiers میگه باید همراه خودم مدارک رو بیارم. و il faut apporter un justificatif de domicile ou une facture d'électricité. یه میگه که باید با خودتون بیارید یک همون مدرک خونه یا اینکه اون فاکتور الکتریسیته یعنی فاکتور برق یا اینکه یا این یا لو کلیام گوی ستو یعنی همین فقط همین ستو یعنی همین نو ایل فو اون پیس دیدانتیته کارت دیدانتیته و پاسپورت سی ووز اترانژه میگه نه باید که یک کارت دیدانتیته بیارید یا کارت پاسپورت یا اگر که خارجی هستید. Le client me dit noté. Je vais garder. Est-ce que je peux prendre un rendez-vous maintenant? میگه میتونم الان قرار رو بگیرم چون بهش گفتش که باید یه قرار بگیری دیگه. میگه est-ce que je peux prendre un rendez-vous maintenant? خب این خیلی جمله کلیدیه که میتونید حفظ کنید. الان میتونم قرار بگیرم. خب کارمند بانک میگه لامپلی میگه bien sûr حتما. Pouvez-vous revenir demain à 15h30? Pouvez-vous یعنی میتونید revenir دوباره برگردید فردا à 15h30 فردا ساعت 15:30 خب لو کلیان میگه وی سه پسیب میگه بله امکان داره خب بعد کارمند بانک لامپلی میگه très bien alors vous avez rendez-vous avec monsieur Nicolas Michel خب میگه قرارتون هست با آقای مثلا حالا نیکولا میشل همینطوری یه اسمی نوشتیم پس میگه قرار شما هست با آقای نیکولا میشل فردا اون کسی که کنسی هست دیگه یعنی مشاوری که فردا باش قرار دارید لو کلیام گه دکار مرسی ای اوروار خب این دوتا دیالوگای مهمی هست یک برای افتتاح حساب دو برای اینکه شما بدونید وقتی که رفتید و سر قرار هستید چه چیزایی بگیم خب قطعا این چیزا جابجا میشه ولی اساس دیالوگ معمولا همین دوتا دیالوگی که نوشتیم خب من اینجا براتون خب البته یه دونه از این چیز اینجا جا مونده که اینم میگه je vous en prie au revoir یعنی کارمند اینو براتون نخوندم که میگه d'accord merci au revoir که کارمندم میگه je vous en prie یعنی خواهش میکنم au revoir خب حالا چیزی که هست اینجا من براتون یه سری تصاویر آوردم که ببینید خودپردازا چطوره تو تصویر اول یک نمای کلی ازش میبینید که اینجا یه سری اعداد داره اینجا دو تا بغل دریچه داره که میتونید باهاش پرداخت یعنی کارت ازتون میگیره خب کلیتشه خب این اعداده خب شما باید از اینجا کارتتون رو وارد کنید اینجا اعداد دارید حالا بعد بهتون میگم که چی میگه وقتی که کارتتون رو میذارید معمولا همچین تصویر رو میبینید ببینید قطعه قطعه یعنی گرفتن اوه تیکت یعنی گرفتن پول با تیکت که بهتون بگی که چقدر گرفتید و اینا یا اینکه قطعه سانتیکه یعنی اگه میخواید پول بگیرید ولی نمیخواید بهتون برگه بده اون فیش بده که چقدر گرفتید اینا پس میتونید حالا بهتره که با تیکت بگیرید پس میگید قطعه اوه تیکت اگه میخواید پول بگیرید کنسولتاسیون دو سولد یعنی این کنسولتاسیون دو سولد این که ببینید تو حسابتون چقدر مونده کنسولتاسیون دو کونت کنسولتاسیون دو کونت برای اینه که ریز حسابتون یعنی هر چی خرج کردید براتون دونه دونه اینجا میتونید بیارید و اینجا دپو دبیه اینجا این دکمه اگه بزنید برای دپو دبیه برای موقعی که بخواید پول تو حسابتون بذارید پول نقدی دارید میخواید بذارید تو حسابتون خب این وقتی که کارتون رو میذارید معمولا همچین تصویر رو میبینید البته بانک های مختلف امکان داره یه خود متفاوت بشه ولی کلیتش همینه خب ببینید حالا مثلا من مبلغ مشخص میکنم حالا 10 داره 20 داره 30 40 50 اینجا 80 100 ببینید نمیشه سزیره دو مونتون اگر که این مبالغ رو نمیخواید و یه مبلغ مثلا 90 یورو میخواید اینجا 90 یورو نداره پس اینجا بزنید سزی دو مونتون یعنی اینجا میخواید بزنید که یک مبلغ دیگه پس باید بزنید سزی دو مونتون
وقتی که میزنید میتونید مبلغ دیگر انتخاب کنید. اگر نه که از بین اینا هر کدوم میخواید روی این میبینید روی این دکمه‌ای که بغلشه روی این دکمه اگه کلیک کنید اون مبلغ رو براتون میاره. خب اینجا چی خواسته؟ سه زیغه بود کد سکره. خب اینجا معمولا هر کارتی که شما میگیرید یک رمز چهار رقمی داره که مخصوص شماست و خصوصیه و بعد نزد خودتون نگه دارید. اونجا باید این چهار تا رمز رو بزنید، ببینید هر رمزی هست میزنید، بعد نوشته پی ولیده. خب وقتی که رمزتون رو زدید باید ولیده کنید. چطور باید ولیده کنید؟ حالا من اینجا زدم و ولیده کردم. خب چطور باید ولیده کنید؟ ببینید اینجا، ببینید ما اینجا یه دونه دکمه ای داریم سبزه که وقتی رمز رو میزنید باید روی سبز کلیک اگر کنید خودش ولیده میشه و اون رمز اگر درست باشه میتونید بقیه کاراتون رو انجام بدید. اگر که دارید انجام میدید و فکر میکنید که اشتباه زدید شماره مثلا به جای 4 5 زدید، ببینید نوشته کوریژه. کوریژه یعنی اصلاح، تصحیح کردن. خب پس اگر میخواید چیزی رو زدید اشتباه شده میتونید از این زرد رنگ استفاده کنید که کوریژه معنی اصلاح کردن. و اگر نه اصلا کلا چیزی که زدید میخواید برگردید، میخواید هر کاری که کنید کنسلش کنید، باید گزینه انوله رو بزنید. انوله معنی کنسل کردن. پس این سه تا دکمه یادتون باشه، زرد که نمیشه کوریژه معنی اصلاح کردن، انوله کنسل کردن، ولیده به معنی تایید کردن. حالا تایید کردن هر مرحله رو با رنگ سبز میتونید انجام بدید. خب اینجا که دیگه وقتی که پولتون رو پرداخت میکنید اینجا تیکت رو بهتون میده و مرحله آخر. خب دوستان اینم همه به حال اصطلاحات، جملات، کلا هر اصطلاحی یا جمله‌ای که ما فکر می‌کنم در خصوص بانک نیاز داشتید بدین و سعی کنم توی این ویدیو بیارم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید واقع شده. نظراتتون رو حتما برام بنویسید. اگر این ویدیو دوست داشتید مثل همیشه لایک کنید و از ما حمایت کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.